اگر جویای آرامش خاطر و آینده درخشان در زمینه امور مالی، انواع بیمه های عمر، سرمایه گذاری، برنامه ریزی تحصیلی، بازنشستگی، رسیدگی به بدهی های کریدیت کارت و کم کردن بدهی و پرداخت های ماهیانه هستید، با خانم نینا همتی، مشاور دلسوز و با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا تماس حاصل فرمایید. 949-664-3709. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، این ساعت از برنامه ها دلیا ژاکلین هستم و برنامه دیگری رو در خدمت شما همراه با مهمان بسیار عزیزی که فعالیت دارن در برنامه ریزی های مالی. ایشون مشاور هستن، پر تجربه، آگاه و کارشناس اینجور برنامه ها هستن، برنامه ریزی های مالی. خانم نینا همتی عزیزم، سلام و درود دارم خدمت سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و محترم در هر جای دنیا که هستین. انشالله خوب و خوش و سالم و سرحال باشیم. انشالله. خانم نینا همتی همطور که آگاه هستین تجربه دارن و فعالیت دارن در برنامه ریزی های مالی، انواع بیمه های عمر و بازنشستگی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی های تحصیلی و از کار افتادگی و کاهش بدهی های کردیت کارت. ایشون همچنان فوق لیسانس هستند در رشته روانشناسی تربیتی، مشاور خانواده و ازدواج و همچنان ایشون سخنران هستن در مراسم های مختلف آموزشی، مؤسسات آموزشی و شغلی در زمینه خودشکوفایی و رشد شخصی. ما به ما قول دادن امروز خانم نینا همتی عزیز که یه تکنیکی رو به ما یاد بدن که چطور ما زندگی آروم تری داشته باشیم، با آرامش و زندگی شادی رو داشته باشیم، که اینو حتما باید حتما ما در طول برنامه اطلاعاتی به ما بدن. خب نینا جون، یک کمی خودتون شروع کنین، از کارتون، حرفتون با عزیزان صحبت بکنین و ما رو بیشتر مطلع بکنین. حتما. من خب تو زمینه امور مالی خدمت میکنم به عزیزانم و منظور ما از برنامه ریزی مالی این هست که افراد با توجه به درآمدی که دارن و هزینه هایی که دارن و درآمد باقی مانده ای که پس از تمام این مصارف باقی میمونه، با اونها یک برنامه بریزم که برای خودشون و خانوادهشون امکانات مختلف رو داشته باشه. یعنی اینکه بتونن که لانگ ترم کر داشته باشن، لیوینگ بنفیت داشته باشن، بیمه عمر که واقعا مهمه داشته باشن و خلاصه خیالشون راحت باشه که خدای نکرده هر اتفاقی افتاد براشون بدونن که یه پشتوانه ای دارن. بله درسته. خب این نوع برنامه ریزی ها چند نوع هستش؟ اصلا انواع مختلف برای سنین مختلف هست؟ برای نمیدونم یه توضیحاتی بدین اگر ممکنه. بله، برای هر سنی با توجه به سنی که دارن و هدفی که دارن تو زندگیشون از نظر مالی، با توجه به اون شرایط خانوادهشون، شرایط سنی بچه هاشون، با توجه به اونها برنامه ریزی میکنیم که به طور مثال اگه خانواده ای هستن که دو تا فرزند دارن، فرزند 5 ساله و 10 ساله و خب پدر و مادر کار میکنن و مادر خب شاید کمتر پارت تایم کار میکنن و دوست دارن که این بچه هاشون تامین باشن از نظر مالی، که اگر خدای نکرده یه اتفاقی افتاد برای پدر یا مادر، این خانواده از نظر مالی به هم نریزه و دیگه سکیور باشن. بله، از نظر آینده باشن. تحصیلی بچه هاشون دیگه به مشکل بر نخورن. بله. خب یه سری توضیحات بدین در رابطه با بیمه های عمر. اون من میدونم که بسیار اهمیت داره این برنامه ریزی های مال بیمه عمر و خیلی حیاتیه و کمتر مردم راجبش میدونن و راجب اون اهمیتش که چقدر این حیاتی هستش و اهمیت داره مردم ازش واقع هستن. یه توضیحاتی راجع به اون بدین لطفا.
چشم. بیمه های عمر کلن به سه دسته اصلی تقسیم میشه، همونطور که قبلا هم گفتم. بیمه های ترم یا موقتی داریم که از 10 سال شروع میشه تا 35 سال. بعد بیمه هایی هست که اونها موقتی هست ولی مبلغش مقدار بیشتره، ولی بعد از طی اون مدت تمام اون پول به فرد دیگه پول رو داده برمیگرده اگه اتفاقی نیفتاد و فرد در قید حیات بود. و بیمه های نوع سوم که جدیدتر و تکامل یافته تر هستن در واقع، مثلا تلفن یا کامپیوتر که همش داره آپدیت میشه و نوعهای جدیدش میاد، این هم نوع تکامل یافته ترشه که باز هم هر سال داره این فیچرهای مختلفی بهش اد میشه، یعنی چیزهای مختلفی، برنامه های جدید تری داره میاد، امکانات جدیدی بهش اضافه میشه که خیلی خوبه که واقعا مردم از این استفاده کنن. خب بعضی ممکنه بیمه هایی داشتن که مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش گرفتن، خب شاید برای اون زمان خوب بوده، ولی الان این برنامه هایی که جدیدن اومده شاید بتونن که خیلی بهتر براشون کار کنه، یعنی با مثلا همون پولی که قبلا میدادن بدن و یه امکانات بیشتری داشته باشن، لانگ ترم کر اضافه بشه به برنامهشون، لیوینگ بنفیت و امکانات بیشتری داشته باشه با همون پولی که میدادن، حالا شاید کمتر یا بیشتر. همه اینها با توجه به سن هر فردی، میزان سلامتیش فرق میکنه. شاید هم یه فردی مثلا قبلا یه برنامه‌ای داشته و الان خدای نکرده یه ناراحتی، یه مریضی داره یا خدای نکرده سکته کرده باشه، دیگه نمیتونه بیمه بگیره متاسفانه. خب اون برنامه‌ای که داشته، بیمه عمری که داشته، خیلی خوب بود، خیلی خوب هست و باید اونو حتما نگه داره و اینا رو ما میتونیم نگاه کنیم و بهشون بگیم که آیا خوب هست که الان اینو داشته باشن یا چیز بهتری هست که در اختیارشون هست، میتونن با همین مبلغی که میدن برنامه‌ای بهتری رو داشته باشن. بله، پس اینطور که شما میگین لازم هستش که هر چند وقت یه بار اگر هم برنامه‌هایی دارن بیمه عمر چیزی، با شما یه مشاوره‌ای داشته باشن، یه مروری بکنین روی این برنامه‌هایی که دارن براشون از قبل درست شده و شاید جای دیگه کار دیگه بشه براشون انجام داد، بهتر باشه و آگاهشون بکنی شما از این مسئله. بله، میدونم که اشخاصی هستن که متاسفانه سالیان سال میبینی دارن یه پولی رو میدن و خودشون اصلا نمیدونن چیه چی نیست و فیچرهای جدیدی میاد، برنامه های جدید میاد و میتونن بهره مند بشن از اون برنامه ها ولی خودشون نمیدونن متاسفانه. و خب با یه مشاوره رایگان با خانم نینا همتی که شماره تلفن زیر صفحه تلویزیون هست، صفحه تلویزیون 949-664-3709 میتونین تماس بگیرین، باشو یه صحبتی بکنین. ایشون سرویسشون رو در سرتاسر کالیفرنیا میتونن تقدیم شما بکنن، در خدمتون باشن. به چه صورت از نینا جون؟ عزیزان تماس بگیرن در مناطق از سان دیگو تا ولی، اگه سان دیگو تشریف دارن، اورنج کانتی، ال ای، ولی هر قسمتی که هستن میتونن تماس بگیرن. یه قراری میذاریم در محلی که بهتر هست برای اونها و باشون این مشاوره رو خواهیم داشت. و حتی اگر در قسمت سان فرانسیسکو و سان هوزه هم هستن میتونیم باز با اونها هم صحبتی داشته باشیم. به هر حال وقتی که تماس بگیرن و مسئله رو عنوان کنن میتونیم که این همکاری داشته باشیم. و عزیزانی اگه مایل هستن که تو این زمینه کار بکنن، تو زمینه برنامه ریزی امور مالی، به خاطر اینکه خیلی الان تقاضا زیاده و افراد کمی هست که دارن این کار رو انجام میدن، مگه علاقمند هستن که تو این زمینه فعالیت بکنن تو سراسر آمریکا، یعنی هر استیتی که هستن، میتونن با من تماس بگیرن و من معرفی میکنم به افرادی که توی منطقه شون هستن و میتونن که برن اونجا و آموزش‌های لازم رو ببینن. خیلی هم عالی، چی از این بهتر. خب نینا جان، از برنامه گذشته ما سوالاتی موند برامون که عزیزان قبلا
تماس گرفته بودن و خواستن که ما اینو راجبش صحبت بکنیم، اگر اجازه بدین بریم به طرف این سوال‌ها. دوست عزیزی تماس گرفته بودن در رابطه با رول اوور 401k، اصلا 401k رو میخواستن ببینن که بیزنسشون از جا به جا شدن، اینو باید رول اوورش بکنن یا همونجا تو همون شرکتی که هست بودن قبلا بذارن بمونه. اینو چه پیشنهاد میکنید و میخواستن بدونن؟ بله سوال خیلی خوبی هست. برای اینکه 401k میدونین که وقتی افراد توی شرکتی مشغول به کار هستن پیشنهاد میشه بهشون که بیان یه مقدار از مبلغ درآمد ماهانه شون رو بذارن کنار برای بازنشستگیشون که میگن اینو 401k، مثلا 10%، 20%، حالا اونو بررسی میکنن، یعنی خودشون تصمیم میگیرن که چقدرشو میخوام بذارن کنار. و من یه سوال دارم قبل از اینکه این فراموش بشه. آیا وقتی اونجا این پول گذاشته میشه برای بازنشستگی، آیا دیگه باید چیز دیگه هم از کنار با کسی مثل شما بشینن، یه برنامه دیگه هم تو همین زمینه بگیرن، یا همون که اونجا از طرف کارشون اون سیو میشه بسه؟ پس دیگه به خودشون داره دیگه. حالا میگم که این برنامه‌ها چطور کار میکنه. اینا اغلب برنامه‌های بازنشستگی که به عنوان 401k هست، اینا پولش میره تو استاک مارکت. و خب استاک مارکت میره پایین میره بالا، یه موقع بالا میره و بهشون میگن انقدر شده و اینا خوشحال میشن، و متاسفانه موقعی که پایین میاد شاید گزارشی داده نمیشه و یک دفعه که افراد میرن و چک میکنن و فکر میکنن آره خب و دلشون خوشه که بازنشستگی دارن و شاید فکر میکنن 200,000 تا اونجا دارن، وقتی که میرن میبینن مثلا شاید 30,000-40,000 تا فقط. خب خیلی واقعا یه شوک بزرگیه که حالا که مثلا 60 سالشونه و قدرت بدنی رو شاید نداشته باشن، یه دفعه میبینن که پولی هم براشون جمع نشده. بنابراین اگه افراد توی اون شرکتی که الان 401k دارن دیگه کار نمیکنن و یه جای دیگه کار میکنن، اون مبلغ رو میشه رولوور کرد به یک جای دیگه ای که مطمئن باشن که توی مارکت نمیره و گارانتی هست پولشون که از دست نمیدن و مرتب رشد میکنه، که حالا رشدش دیگه از 3-4% به بالا. ولی یعنی برنامه‌ای که شما میایین و برنامه‌های مختلف رو پشت در میارین هست که از دست نمیدن دیگه هیچی. و خیلی این واقعا به نفع افراد هست که به خاطر اینکه موقعی که افراد جوونن خب دارن کار میکنن و اون موقعی که نیاز دارن باید که از اون موقعی که جوون بودن پس انداز بکنن برای اون زمان. خیلی مهمه واقعا اینو یک برنامه خوبی داشته باشن که متاسفانه تو اون زمان مثلا 67 سالگی نبینن که واقعا هیچی نبود نمونده براشون. درسته. آیا این برنامه ریزی های مالی اینا مهارتی هستش که هر کسی خودش بتونه این کار رو انجام بده، یا حتما احتیاج داره یه مشاوری که راهنماییش کنه، اطلاعاتش بده؟ نمیدونم. خب چون خیلی ها هستن که متاسفانه میگم من خودم میدونم، میرم تحقیق میکنم، میرم راجبش میخونم، میرم رو گوگل، یا نمیدونم یه چند تا چیز در میارن کمپانی مختلف و خب نمیدونم. آیا ریسکی نیست چنین چیزی؟ خب مثل این میمونه که یکی اگه نیاز به جراحی قلب داره بگه من خودم میرم تحقیق میکنم و میبینم که چی کار باید بکنم. درسته که واقعا الان عصر اطلاعات و همه افراد میتونن که هر اطلاعاتی که میخوان برسن از طریق اینترنت، ولی خب نمیتونن که جراح قلب بشن یا حتی مثلا کاری یک پرستار رو انجام بدن یا کاری کسی که رادیوگرافی میکنه یک دفعه انجام بدن. برای همین کسی که واقعا تو این رشته بالاخره تخصصش تجربهشه میدونه که چه برنامه‌هایی هست که میتونه به نفعشون باشه و میتونه راهنماییشون بکنه نسبت به شرایط زندگی هر کسی. درسته. بله خب خیلی هم خوب. واقعا باید از وجود اشخاصی مثل شما این نهایت استفاده رو آدم ها ببرن، افراد ببرن و برای خودشونه، برای عزیزانشونه و به نفع خودشون هستش. یه سوال دیگه بود برای
فرزندان از چه سنی میتونن برنامه‌ریزی تحصیلی بکنن برای بچه‌هاشون؟ برای بچه‌ها افرادی که به دنیا میان از همون موقع که به دنیا میان بچه که 14 روزش میشه میشه این برنامه ها رو شروع کرد. خب. آره. و خیلی خوبه که واقعا از همون اول آدم به فکر باشه و هر مبلغی که میتونن از 50 دلار 100 دلار شروع کنن، همینطوری مراد بیشتر بکنن. خب وقتی بگیم حتی مثلا 60 دلار هم باشه روزی 2 دلار به چشم نمیاد دلست. ولی برای بچه ها خصوصا چون تایم بیشتری دارن و این برنامه ها رشد تصاعدی دارن خیلی خوب برای بچه ها رشد میکنه، یعنی حدود هر 8 سال این پولی که جمع شده دو برابر میشه. و این فقط برای تحصیلاته؟ برای هر مصرفی میتونن استفاده کنن. یعنی اگر تصمیم بگیرن بچه در آینده بزرگتر شد و نخواست ادامه تحصیل بده اون پول سکیور هستش. بله میتونن که به هر مصرفی که خواستن برسونن. و یه سری برنامه‌ای که از تو بانک‌ها مخصوص کالج پلنینگه که حتما باید اون پول به صرف تحصیل برسه. حالا اگرم اون مثلا برای اون بچه‌ای که پسنداز کردن نشده، برای خواهر یا برادرش میتونن استفاده کنن و اگه اونا نخواستن اون پولو نمیتونن استفاده کنن. برای همین خیلی مهمه که چه برنامه‌ای میریزن برای بچه‌شون و میتونن که حتما سوال کنن که آیا این برنامه فقط به مصرف تحصیل باید برسه یا مصارف دیگه هم بشه. بله اینو باید از قبل بدونن به چه صورت هستش. خیلی هم عالی. در رابطه با بیمه های از کار افتادگی یه توضیحاتی بدین اون چیه داستش؟ من فکر کنم این چیز خیلی خوبی باشه، باید یه برنامه‌ای باشه که واجبه برای اشخاصی که خب همه افراد نیاز پیدا میکنن به از کار افتادگی. یعنی تحقیقی که شده بود بین 75 تا 80 درصد مردم نیاز پیدا میکنن به از کار افتادگی و اگه بیمه داشته باشن تو این زمینه خیلی عالی هست. و از کار افتادگی منظور دیسابیلیتی هستش یا کلن هر نوع دلیلی؟ برای هر سنی میتونه باشه، انواع مختلف هست از نوع از کار افتادگی که طبقه بندی مختلف داره. اسم هر مثلا اگه سکته باشه، اگه ناراحتی قلبی باشه و لایف اینشورنس داشته باشن، خب میتونن تا 1/3 اون لایف اینشورنس رو به اون فرد میدن. اوکی. مثلا اگه 500 هزار دلاره حدود 160 هزار تا اگه که همچین اتفاقی بیفته به اون فرد میدن، اگه این پلانایی که من دارم صحبتشو میکنم و انجام میدم اگه باشه. و یه جور دیگه از کار افتادگی هست که موقته، مثلا یکی تو کار ساختمون سازی و کار خونه است و خدای نکرده از بالای نردبون یا میفته و یه پاش مثلا میشکنه و نمیتونه 4 ماه سر کار بره. خب این فرد که نمیتونه سر کار بره هزینه هاش که قطع نمیشه، اون هزینه های ماهانه که داره، پول اجاره خونه، پول مرگج ماشین و یا هزینه های ماهانه‌ای که باید انجام بده مرتب میاد. و خیلی شده که افراد همچین مشکلاتی اگه داشتن خونه‌شون رو از دست دادن، ماشینشون رو از دست دادن و ولی وقتی که این پلانا رو دارن خیالشون راحته که دیگه اگه همچین اتفاق بیفته ماهانه بهشون یه پولی یه پولی میرسه و سکیور هستن. چقدر خوب واقعا به خدا، چقدر لازمه برای مشاور. نه من واقعا عقیده دارم که خیلی خوبه، خیلی بر این، یعنی واقعا آرامش خاطر هستش برای همه ما، لازمه برای فرزندانمون، حتی به نوجوانانمون ما باید این اطلاع بدیم که هست کسی که بیاد و برنامه‌ریزی مالی براشون بکنن. دانشجویان برای خودشون، برای به جای که پولاشون بی خودی هدر بشه، به خصوص جوانان، نوجوانان از بین میره پولاشون، یعنی کار میکنن، زحمت میکشن، درسته همه خرج دارن، دوست دارن لذت پولشون رو ببرن، ولی خیلی هم خوبه که از همون سن کم به اینا
این آموزش داده بشه بهشون، اینو در مغزشون بکنن مادر پدرها که تو باید فکر آیندت هم باشی و از زمانی که شروع میکنن کار بکنن، من نمیدونم اگر میشه چنین چیزی، البته مثل که یه مینیموم بودجه هزینه باید داره، باید بالاخره ببینن که درآمدشون چقدره، کسی که شروع میکنن به کار با توجه به اون درآمدی که دارن و مسئولیت هایی که دارن میتونن یه مقدار بیمه عمر بگیرن و زیر اون بیمه عمر شروع کنن برای خودشون سیو کردن و پس انداز کردن. و متاسفانه وقتی افراد جوونن و سرحالن هیچ وقت به این فکر نمیفتن که یه زمانی سنشون زیاد میشه و لازم خواهند داشت، یا اینکه خدای نکرده مریضی مشکلی پیش بیاد. و متاسفانه عزیزانی که یک مریضی و مشکلی براشون پیش میاد اون موقع متوجه میشن، و خیلی شده عزیزانی که مثلا یک بار سکته کردن، ناراحتی قلبی داشتن یا مریضی داشتن، الان واقعا میخوان که این بیمه رو داشته باشن و متاسفانه نمیتونن دیگه، تو لیت. بله آره. متاسفانه. نه، من فکر میکنم این وظیفه مادر پدرها هستش که این آموزشو یعنی اصلا در میون بذارن با جوانان خودشون که یه چنین برنامه‌ای هست، بیا بشین یه مشاوره بکن که هم با پولی که در میاری اون دوست داری اون زندگیش رو داشته باشی، خوشگذرانی های خود داشته باشی، ولی خب این عادت هم به این اشخاص بچه هاشون بدن که عادت سیوینگ و در واقع از بیخیالی بیان یکم بیرون. خیلی درست هستش. خب نینا جون، ما سر اون قولتون هستیم راجع به تکنیک چیزو، الان وقتش هست که یه صحبتی بکنیم. بله حتما، یه توضیح بدیم برای آرامش خاطر که فرمودیم. بله، میخوایم ما یکم هم بهره ببریم از اون یکی حرفه شما، رشد شخصی و خودشکوفایی. خواهش میکنم. بفرمایید. خب خیلی مهمه واقعا که ما که به این دنیا اومدیم ببینیم که واقعا هدفمون چی هست از اینکه تو این دنیا هستیم. خیلی خوبه که آدم هر کسی از خودش این سوال رو بکنه، و متاسفانه گرفتار گذشته و مسائلی که برامون پیش اومده نباشیم. جدیدن میبینم که خیلی افراد صحبت میکنن که خب حالا من الان مثلا یکم دیپرسم، این علتش این بوده که در بچگی من مثلا من تنها بودم خیلی مدت‌های زیادی، پدر مادرم بهم توجهی نداشتن. و متاسفانه مردم رفتن سراغ اینکه علت‌هاشو پیدا کنن که چرا همچین چیزی هست و همچین حالتی الان دارن، ولی هیچ وقت یعنی به اون صورت در پی این نیستن که ببینن خب الان چی کار باید کرد. ولی من میخوام که به همه عزیزان این رو بگم که هر کسی هر جای دنیا که هست، هر موقعیتی که داره، یک فرد موفق هست به خاطر اینکه زنده هستین. شما به خاطر اینکه زنده هستین و این لحظه رو دارین زندگی میکنین موفق هستین، چرا که تا حالا اومدین و پیشرفت کردین تا این مرحله زندگیتون رو. هر کسی با مسائل و مشکلات مختلفی پیش رو هست، همیشه چیزهای مختلفی تو زندگی براش پیش میاد که اینا رو واقعا باید به عنوان یه سری چالش‌هایی ببینه که راه ترقیشو برای پیشرفتش داره باز میکنه. و خیلی خوبه که آدم هر لحظه متوجه باشه که این فرد فردی هست که از بین میره از این دنیا، فردی هست که به انگلیسی میگه مورتال، یعنی ما از بین رفتنی هستیم. هر چیزی که این دنیا به این دنیا میاد از گیاهان گرفته، حیوانات و انسان ها. و این آگاه بودن به این قضیه که ما از این دنیا خواهیم رفت و چقدر خوبه که الان زنده هستیم و میتونیم از این لحظه که زنده هستیم نهایت استفاده رو بکنیم. و همین آگاه بودن به ما این انرژی رو میده که با یک روحیه خیلی خوب شروع کنیم به بقیه کارامون بپردازیم. و خیلی خوبه که افراد هرچه بیشتر به این زمینه آگاه باشن، و حتی شده مثلا هر ساعت
یعنی سر ساعت میگن او الان 8 صبح من زنده ام، واو چقدر عالی، و ساعت 9 همینطور من زنده ام، چقدر خوبه که زنده ام و میتونم یه سری کارهایی رو انجام بدم که اگه تو این دنیا نباشم دیگه نمیتونم انجام بدم. و همین آگاه بودن خیلی میتونه کمک کنه ما رو به خاطر اینکه آرامش خاطر بیشتری داشته باشیم و خوشحال باشیم و شاکر باشیم در هر لحظه به خاطر اینکه زنده هستیم. وای که چقدر قشنگ اینو توجیه کردین نینا جون. یعنی واقعا میگم من خودم شخصا همیشه لذت میبرم از صحبت های خانم نینا، از روحیه مثبتش، شادش، انرژی خوبی که داره، یعنی ایت آن بلیبه با. و حالا میفهمم که این از کجا میاد، از همون خب کلند شما هر کسی شخصیت خودش هرچی هست اون زمینش هرچیه، ولی خب یه مقدارم به خاطر این برنامه های خودشکوفایی و رشد شخصی بیاین مشاوره داشته باشین، همچنین در این زمینه با ایشون راهنمایی بگیرین، کمک بگیرین که چطور شاد زندگی بکنین، چطور راضی زندگی بکنین و متشکر باشین از زندگی، از روزای خودتون و از چیزی که دارین، نه از فکر چیزی که نداریم ها باشیم. به قول معروف میگن نیمه پر اون لیوانو نگاه بکنیم. دقیقا. و من خیلی موافق هستم با شما و امیدوارم که موفق باشین همیشه در راه خودتون، در زمینه کاریتون. و thank you، واقعا ممنونم از تمام اطلاعات خوب و مفیدی که شما تو این برنامه ارائه میدین به بینندگان خوب ما، روشنشون میکنین، آگاهی بهشون میدین، چه از نظر مادیات و چه از نظر معنویات هستین و میتونین دست بدین، اطلاعات بدین، کمک کنین و برنامه ریزی هم برنامه ریزی مادیات رو برای ما انجام بدین، هم برنامه ریزی های روحی و روانی و شاد زیستن. من باعث افتخار من هست که اینجا در خدمت شما و عزیزانمون هستم و از این طریق صدا میتونه به همه عزیزان برسه. و واقعا سعی کنین که از لحظه لحظه های عمرتون نهایت استفاده رو بکنین، به جای اینکه ناراحتی گذشته و قصه فردا رو بخوریم یا نگرانی فردا رو داشته باشیم. و یه مطلب دیگه هم برای عزیزانی که اگه دوست دارن توی زمینه امور مالی فعالیت کنن تو سراسر آمریکا هر استیتی که هستن، میتونن با من تماس بگیرن و من اونها رو معرفی کنم به کسایی که میتونن راهنماییشون کنن توی زمینه. خب ما به پایان برنامه رسیدیم نینا جان، بازم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. و عزیزانی که دوست دارین مشاوره رایگان داشته باشین با خانم نینا همتی، مشاور آگاه و پرتجربه و مسئول در و مورد اعتماد، واقعا مورد اعتماد، میتونید با شماره پایین صفحه تلویزیون تماس بگیرید برای برنامه ریزی های مالی، برای خودشکوفایی و رشد شخصی. ایشون در خدمت شما هستند، مشاوره رایگان به شما میدن و هر جای کالیفرنیا که باشین میتونین از سرویس های ایشون استفاده بکنید و اشخاصی که خارج از کالیفرنیا هستن میتونن از سرویس همون برنامه های خود رشد شخصی و خودشکوفایی استفاده و بهره ببرید. با شماره تلفن 949-664-3707 در خدمتون هستن خانم نینا همتی. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان تا هفته آینده، خدا نگهدار. خدا حافظتون. اگر جویای آرامش خاطر و آینده‌ای درخشان در زمینه امور مالی، انواع بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی تحصیلی، بازنشستگی، رسیدگی به بدهی‌های کریدیت کارت و کم کردن بدهی و پرداخت‌های ماهیانه هستید، با خانم نینا همتی، مشاور دلسوز و با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا تماس حاصل فرمایید. 949 664 3709